خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. طبق تصمیم شورای وزیران از امشب قرنطینه شبانه از ساعت 12 شروع میشه و تا 5 صبح هم ادامه داره و با توجه به برداشتن قرنطینه روزهای یک شنبه، سواحل جزیره دوباره شاهد حضور مردم بود. به گفته جراید قبرس جنوبی، کنفرانس غیررسمی پنج جانبه و جدیدی در ماه سپتامبر به عنوان بخشی از مذاکرات برای حل مسئله قبرس در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. همچنین قرار گفتگویی در چارچوب نشست ناتو بین رؤسای جمهور ترکیه، امریکا و یونان در روز 14 ژوئن در بروکسل بلژیک برگزار بشه. 100 نفر از شخصیت‌های سیاسی سابق جهان خواستار پرداخت هزینه‌های واکسیناسیون جهانی علیه کووید 19 در کشورهای فقیر توسط گروه G7 شدند. امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن. معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و انرژی قبرس شمالی گفته قیمت گیلاس ارزون میشه، مردم نگران نباشن. 18 جشنواره بین المللی موسیقی قبرس شمالی با تلاش انجمن موسیقی برگزار میشه. عصر امروز با اجرای کنسرت گروه ارکستر سمفونی ریاست جمهوری قبرس شمالی در صومعه بلاپایس ادامه پیدا میکنه. امکان تهیه بلیت به قیمت 50 لیر از دنیز پلازای لفکوشا، دفتر فروش بلیت صومعه و محل ورودی کنسرت مهیا است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته واکسیناسیون در فارس تعطیل شده. نبود واکسن یک موضوع ملیه و فقط مختص استان فارس نیست. ایشون گفته خیلی ها در کشور دوز اول رو تزریق کردن و زمان دوز دوم رسیده اما واکسن موجود نیست. تیم ملی فوتبال ایران امشب در منامه به مصاف بحرین میره. والیبال ایران هم سومین پیروزی پیاپیش رو جشن گرفت. 4907 نفر مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته قربانیان جدید این بیماری 120 نفر اعلام شد. ترکیب و حال و هوای مناظره های انتخاباتی ایران این حس رو با آدم منتقل میکنه که یکی از کاندیداها با 4 وزیر آیندهش اومدن دور همی. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.